من متین استاد روابط بین در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما هستند آقای متین این قضیه دو جنبه داره یکی استقبال از شکست دموکرات ها اما در مقابل اون در واقع استقبال از ورود ترامپ هست که در کارنامه خودش کشتن قاسم سلیمانی رو داره این چه معنایی داره من فکر کنم این اسارت سلامی بیشتر نوعی فرار به جلو هست و الان که در مقابل در واقع امر انجام شده قرار گرفتن سعی می‌کنن که وانمود کنن که براشون مهم نیست که ترامپ به رأس جمهوری رسیده و اینکه این تاثیر نداره روی در واقع سیاست های جمهوری اسلامی ولی به طور واقع واقعا اینجوری نیست و اتفاقا بسیار حراسناکن رهبران جمهوری اسلامی از این نتیجه انتخابات همین دیروز علی لاریجانی مشاور خامنه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی نباید به شکل احساسی برخورد بکنه به اسرائیل نباید به دام اسرائیل بیفته و به نظر می رسید که تلویحا اشاره می‌کرد به اینکه آیا منطقی هست که الان جمهوری اسلامی بعد از انتخاب ترامپ سعی کنه این عملیات موسوم به وعده صادق سه رو در پاسخ به اسرائیل عملی بکنه یا نه در نتیجه اگر اظهارات ایشون رو که بالاخره مقام بسیار بالایی هست در جمهوری اسلامی در کنار سلامی قرار بدیم حداقلش این هست که نوعی تشویش و عدم هماهنگی هست بین در رهبران جمهوری اسلامی ولی با توجه به سابقه آقای ترامپ که بهش اشاره کردید و تلاش ایشون در گذشته برای متمایز کردن سیاستش در قبال ایران از سیاست دولت دموکرات ها بعید هست که اتفاقا ترامپ در واقع فشار رو روی ایران کمتر بکنه و به احتمال زیاد در کمترین حالت فشار حداکثری رو دوباره هم سیاست فشار حداکثری رو در دوران ریاست جمهوری دوره اولش رو ایجاد خواهد کرد و حتی ممکن است که دست اسرائیل رو در پاسخ به ایران بسیار بازتر از چیزی که تا الان بوده بگذاره آقای متی نتیجه انتخابات آمریکا و روی کار آمدن ترامپ چه تاثیری میتونه داشته باشه روی حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل و البته کیفیت انجام اون بله من فکر می‌کنم همین که نسارات لاریجانی من اشاره کردم نشون میده که همین الان هم رهبران جمهور اسلامی کمی نگران هستند که آیا این عملیات رو انجام بدن اگر انجام بدن در چه عادی باشه که منجر به تشدید تنش نشه یا به اصطلاح همین لاریجانی به دام اسرائیل نیفتند ولی با توجه به این همه مانوری که حول این وعده صادق سه دادن در واقع نوعی شکست خواهد بود اگر این رو انجام ندن یا در عبادی انجام بدن که کوچکتر از دو حمله پیشین بوده باشه ولی خب این دامی که لاریجانی بهش اشاره کرده اشاره داره به اینکه ترامپ رابطه بسیار نزدیکی با نتانیاهو داره ترامپ کسی بود که در دوران ریاست جمهوریش سفارت آمریکا از تلاویو به بیت المقدس منتقل شد ارتفاعات جولان رو به رسمیت شناخت که حاکمیت اسرائیل رو برش و حتی در این یکی دو ماه آخری در جریان کارزار انتخاباتی ترامپ گفته بود که اسرائیل باید به تصدیت هسته ایران حمله بکنه بعد به عواقبش بیاندیشه چیزی که دولت بایدن مدام در واقع دولت اسرائیل رو ظاهرا ازش بر می‌داشتن که حمله نکنه در نتیجه با تمه این اوصاف و سابقه ای که آقای ترامپ داشته در گذشته به احتمال زیاد هماهنگی بین اسرائیل و آمریکا در دوران دور دوم ترامپ علیه جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر خواهد بود و این چیزی هست که مایه نگرانی رهبران جمهوری اسلامی هست و به احتمال زیاد روی حداقل ابعاد این حمله ای که قول دادن تاثیر خواهد گذاشت و حتی ممکنه برای مدتی حتی این رو اصلا انجام ندن یا حداقل همچنان که گفتم در ابعاد بسیار کوچکتری بخواهن حمله بکنن خیلی متشکرم از شما کامران متین استاد رابطه بین الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون همراه ما بودید